بهترین درودها بر شما همیهنان عزیزم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی را با آخرین مروری بر روزنامه های امروز ایران ادامه می دهیم و پس از بررسی مطبوعات امروز ایران همچون همه شبهای پیش آخرین خبرها را در آن سوی خبر خواهید دید نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین برگزیده امشب دیدار اتفاقی باراک اوباما و محمد جواد ظریف بر صدر روزنامه های امروز جای داشت و هر یک از دو طیف روزنامه ها با خانش های خاص خود به نقد و یا دفاعی از این واقعه پرداختند موج واکنش های خشمالود مسئولین جمهوری اسلامی به واقعه منا در حج امسال همچنین اظهار مواضع موافقان و مخالفان نسبت به نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل و خبری در عرصه منطقه‌ای بحران افغانستان با حضور و ظهور طالبان در ایالت قندوز در این کشور اهم مطالب برگزیده امشب چهارشنبه هشتم ماه مهر ایرانی برابر با 3م سپتامبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما بینندگان عزیز میرسد همینک و در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده نخست نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت جنگی کشور همسایه افغانستان گزارش می شود یک روز پس از سقوط شهر قندوز افغانستان به دست شورشیان طالبان نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری این شهر مشغول نبرد با طالبان هستند مبادله سنگین آتش گزارش شده و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که نیروهای دولتی بعضی ساختمانهای دولتی را بازپس گرفتهاند پلیس این کشور نیز طی اطلاعیهای گفت که بیش از 80 پیکارجو کشته شدند. طالبان روز دوشنبه با بیرون راندن نیروهای دولتی قندوز را اشغال کرد. یک سخنگوی ناتو دیروز شنبه گفت که هواپیماهای ارتش آمریکا با کوبیدن مواضع طالبان در هواشی شهر از عملیات نیروهای افغان پشتیبانی می کنند. یک سخنگوی پنتاگون گفت که آمریکا مطمئن است که ارتش ملی افغانستان شهر را پس خواهد گرفت. در تازه ترین بیانیه پنتاگون اشاره شد که حملات هوایی آمریکا در حومه قندوز علیه یک واحد طالبان بود که به سوی فرودگاه پیش می و نیروهای آمریکایی و ائتلافی را تهدید می وزارت بهداشت افغانستان گفت که بیمارستان های این شهر یعنی قندوز 16 جسد دریافت کردند و تقریبا 200 نفر هم مجروح شدند. ادامه می دهیم با خبرهای از آخرین گزارش های کمتر شنیده شده از رسانه های نظامیان که حکایت از مفقود شدن مسئولینی عالی رتبه از بیت رهبری و فرماندهان سپاه پاسداران در میان مفقودین واقعه منا دارد بر اساس گزارش رسانه های ایران مسئولانی در دفتر علی خامنه رهبری جمهوری اسلامی ایران و همینطور شماری از افسران عالی رتبه سپاه پاسداران این کشور هنوز در لیست مفقودین حادثه منا در مراسم حج در عربستان سعودی هستند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم سفیر سابق ایران در لبنان رکنابادی که بنا به اعلام مقامات سعودی با نام و گذرنامه دیپلماتیک خود وارد این کشور نشده بود در مراسم برائت از مشتکین که روز عرفه در مکه تنها با حضور ایرانی ها برگزار می شود سخنرانی کرد و پیام رهبری ایران را نیز برای حجاج این کشور قرائت کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و تجدید پیمان با اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی و احیاگر حج ابراهیمی حضرت امام خمینی قدس سر روح مرحب <مدلع trap> صالح ایشان ولی امر مسلمین حضرت آیت الله لزما امام ای، اصولی خود را به شرح زیر اعلام رکنابادی از برجسته ترین شخصیت های وزارت خارجه ایران نام گرفت که به اسرار حزب الله لبنان و موشک های ایران دسترسی دارد از سوی دیگر خبرگزاری مهر ویدئویی از رکنابادی پخش کرده که او را در حال خواندن پیام خامنه ای نشان می و میگوید در مراسم حج امسال فیلمبرداری شده است اما در سوی دیگر منابع رسمی عربستان سعودی تأکید کردند که نام رکنابادی سفیر سابق ایران در لبنان در لیست زائران نبوده و این نشان میدهد که او با اسم و گذرنامه دیگری وارد کشور پادشاهی عربستان سعودی شده است در این میان بر اساس گزارش های منتشر از سوی برخی از روزنامه های امروز تهران مسئولین جمهوری اسلامی گویی یا سناریوی دیگری را در رابطه با حضور مسئولان دفتر خامنه ای و افسران سپاه مطرح کرده و با استناد به منابع غربی مدعی شده که در حادثه منا احتمال می رود اعضای سپاه پاسداران و مقامات ایران از جمله دیپلمات‌ها از سوی موساد نهاد امنیتی برون مرزی اسرائیل روبوده شده باشند کاری که هر از چند گاهی جمهوری اسلامی و لایه های امنیتی وابسته به بهتی رهبری به آن دامن میزنند که ماجره های ربایش دانشمندان هستهی و سپس بازگشت وی به ایران با سلام و سلوات و پس از آن مجدد بازداشت وی نمونه های از این سناریوهای گمراه کننده است که جمهوری اسلامی در برابر افکار عمومی جهان و ایران میگذارد. همینک و در ادامه برنامه و رقمی زنیم روزنامه های امروز چهارشنبه هشتم ماه مهر ایرانی را امروز موضوع منا تا حدود کمی اندک البته تحت شعای موضوع دیدار زریف و اوباما قرار گرفت البته دیدار که نه دست دادن این دو شخصیت در واقع باراک اوباما و محمد جواد ظریف صدرنشین صفحه نخست بیشتر روزنامه های امروز بودند با واژگان و کاریکاتورها و تصاویر فرضی مختلف و البته با خانش های خاص رسانه ای. در این میان روزنامه های طیف تحولخواهان ایرانی که عمدتا نزدیک به دولت حسن روحانی هستند و خواستار گشایش روابط ایران با جهان غرب به نظر میرسند به دفاعی از این رویداد و واقعه پرداختند و تا حدودی هم به طور هماهنگ از واژه دیپلماسی اتفاقی نام بردند در جبهه مقابل روزنامه های طیف اصولگرایان با انتقاد تند از دیپلماسی اتفاقی با بکارگیری واژه دیپلماسی انقلابی از ضرورت تندخویی و قهر و خشونت بیشتر با رقیب سخن راندن. به نمونه های از این دو نگاه در روزنامه های امروز تهران میپردازیم در این میان روزنامه آفتاب یزد با انتشار گزارشی اختصاصی از مصافحه جنجالی وزیر خارجه ایران با اوباما از این رویداد به عنوان دیپلماسی اتفاقی ظریف یاد کرد و روزنامه آرمان این دیدار اتفاقی را تاریخی خواند. روزنامه های بینابینی همچون ابرار صرفا بدون خانش خاص به انعکاس واقع پرداختند ابرار همون گونه که میبینید تیت زده بود احوال پرسی مختصر و دست دادن زریف و اوباما که کوشید به نحوی این موضوع را ساده و عادی جلوه دهد اما روزنامه بهار نزدیک به گروهی از تحول با درجه کاریکاتوری از اوباما و ظریف از آن به عنوان مواجهه عزتمندانه یاد کرده بود اما در سوی دیگر و در اردوگاه اصولگرایان نوعی حمله هماهنگ علیه کابینه روحانی و ظریف صورت گرفت و با واژگانی کنایه آمیز و تن آکند از این دیدار انتقاد شد همچنین که روزنامه قانون و وطن امروز هر یک با خانشهای متفاوت به ترسیم کاریکاتور و تیترهای معنادار دست زدند قانون در حالی که جان کری را همدوش اوباما نشان می دهد از نوعی هماهنگی پیشینی برای سلام دادن به ظریف و ایجاد روزنه آشتی بیشتر نشان می دهد و از آن به عنوان مسافهه خبرساز یاد کرد و اما روزنامه وطن امروز نزدیک به طیفی از مردان احمدی نژاد تمام نیم صفحه اصلی را با ترسیم کاریکاتوری آشفته حال از ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را پشت لپتاپ نشان میدهد که در حال چک کردن لایک های فیسبوکی و از آن به عنوان دیپلماسی هپروتی یاد کرده بود ادامه میدهم با روزنامه دیگر در همین موضوع روزنامه حمایت وابسته به ارگان نهاد قضایی جمهوری اسلامی به نقل از جمعی از فعالان سیاسی دست دادن ظریف و اوباما را خلاف حکمت عزت و مسلحت توصیف کرد و به جای دیپلماسی اتفاقی از ضرورت دیپلماسی انقلابی نوشت و خلاصه در این میان روزنامه کیهان حسین شریعتمداری مداری با زیر سآل بردن اتفاقی بودن این دیدار با نشان دادن روزنامه های نزدیک به دولت در طول روزهای گذشته البته مدعی اطلاع رسانی قبلی درباره یک دیدار اتفاقی شد کیهان مطلب اصلی شماره امروز را به این ماجرا اختصاص داده بود و با تندترین حمله به روزنامه های نزدیک به دولت که در هفته گذشته یعنی در واقع قبل از سفر روحانی به نیویورک از احتمال دیدار روحانی با اوباما گزارش ها و مطالب بسیاری منتشر کردن مدعی شد که کیهان ده روز پیش در گزارشی با اشاره به روی کرده رسانه ای زنجیر ای ها به تبیر وی به سفرهای رئیس جمهور برای موضوع تأکید کرده بود که همه ساله و در روزهای پایانی شهری ورما روزنامه های زنجیر ای پا به میدان میگذارند تا دلال رابطه ای شوند که در این رابطه رئیس جمهور ایران در سفر به نیویورک با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرده و به زمین حسین شریعتمداری مداری در کیهان تابویی که نزدیک به چهار دهه گذشته در رابطه میان ایران و شیطان بزرگ شکل گرفته است بشکند که در واقع ابراز نگرانی کیهان بود روزنامه یه کیهان وابسته به نهاد رهبری ایران یادداشت اصلی شماره امروز را نیز با عنوان شعن ملت ایران این نبود به قلم شخص حسین شریعت مداری منتشر کرد و با حمله همه جانبه به اظهارات و نطق حسن روحانی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل معتقد بود که دیپلومات های ایرانی در مقابل برخورد به تعبیر وی مستکبرانه رژیم جنایتکار و قرون وسطایی آل سعود موضع بسیار ضعیف و دست پایینی داشتند که نه فقط در سطح و تراز ملت مسلمان و انقلابی ایران نبود بلکه به زمین حسین شریعت مداری تصویری غیر واقعی و اهانت‌آمیز نسبت به اسلام و ایران را به نمایش میگذاشت ورق میزنیم و ادامه میدهیم با روزنامه های دیگر در کنار این میزان حجمه ها و حمله ها روزنامه ایران ارگان دولت اما با نگرشی حمایت آمیز در گزارشی با عنوان باستا به دست دادن تصادفی ظریف و اوباما در نیویورک در گفتگوی با برخی از نمایندگان مجلس با زاویه دیگری به موضوع نگاه کرد از جمله علی فرد سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در برابر انتقادات مخالفان به روزنامه ایران اشاره کرد که ادب اسلامی و فرهنگ ملی ما حکم می کند وقتی کسی به ما سلام کرده و احوال ما را میپرسد ما هم جواب سلام او را بدهیم در سوی دیگر نماینده ای دیگر از طیف اصلاح طلبان کمال پیر معزن نماینده اردبیل به نوشته روزنامه دولت گفته که طیف مخالف دولت در مجلس بیشتر از 50 60 نفر نیستند و مواضع انتقادی آنها موضع کل مجلس نیست ایشان اشاره کرد که اقدام آقای ظریف حتی اگر هم برنامه ریزی شده باشد باز هم انتقادی بر آن وارد نیست چون اختزای دیپلماسی ارتباط داشتن با دیگران است <applause> همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در قوقا و همهمه های منا می کنم، و جلال حریفان فقها حول نطق روحانی در ستونهای خبری برخی از روزنامه‌ها خبرهای کوتاه از گوشه و کنار کشور نیز به گوش می رسد که در نوع خود جانب توجه است. از جمله آخرین و تازه‌ترین ترین خبرها از بابک زنجانی بسیجی اقتصادی محبوس در روزنامه شرق شرق در گزارشی که به نقل از نوبخت سخنگوی دولت با عنوان دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول کمی نیست که بخوایم از آن بگذریم منتشر کرده بود سوال این روزنامه رو از نوبخت میپرسید که عینا میخوانم سوال کرده بود با توجه به اینکه چند روز به دادگاه زنجانی باقی مانده دوشنبه شب در برخی سایت ها و خبرگزاری ها نامه ای منصوب به بابک زنجانی منتشر شد که مخاطبش رئیس جمهور ایران است مفاد این نامه بگونه است که انگار میخواهد جای متهم و شاکی را عوض کند موضع دولت در قبال این نامه و مفاد آن چیست نوبخت گویا پاسخش را با مزاحی معنادار آغاز کرد بر اساس گزارش شب. دیشب نامه منتشر شده ما به نامه ای که شب منتشر شود شب نامه می گویی. اما او در ادامه بدون مزاح گفت این نامه را ندیدم ایشان متهم و تحت تعقیب است و باید محاکمه شود سخنگوی دولت در ادامه توضیح خود اشاره کرد که دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول کمی نیست که بخواهیم از آن بگذریم ادامه مطلب و خبرها با موضوع و مضمون دست دادن ظریف که گویا تمامی سطور روزنامه ها رو پر کرده بود در واقع دست دادن ظریف به تجمع علیه برجام نیز منجر شد تعدادی از معترضان به برجام که در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خانوادگی داشتند موضوع دست دادن ظریف اوباما را به تجمعشان اضافه کردند به گزارش ایرنا خانواده این عده در چادرهای مسافرتی به سر میبرند که مقابل مجلس برپا کردند این معترضان که دانشجو یا طلبه نامیده می شوند یا خوانده می شوند به هنگام ورود هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سمت اون نماینده رفته و با او گفتگو می کنند آنان پلاکارت هایی را رو بر روی چادرها و درب مجلس در اعتراض به برجام و همینطور در اعتراض به دست دادن ظریف با اوباما نصب کردند. این در حالی است که مدافعین ظریف و دست دادن او اوبا اوباما استدلال های جالب و منطقی تری در روزنامه ها منتشر کردند از جمله صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که موضعی حمایتی نسبت به سیاست های روحانی دارد به روزنامه ابتکار گفت که من باید از محمد جواد ظریف گلایه کنم که چرا به خاطر دست دادن با رئیس جمهوری آمریکا از خودش در مقابل تندروها ضعف نشان میدهد و میگوید این اتفاق کاملا تصادفی بوده مگر ظریف چه گناه و جرمی مرتکب شده است که تندروها نسبت به اقدام وی واکنش نشان دادهاند و من علت عقب نشینی ظریف و روحانی مقابل تندروها را متوجه نمیشوم و همچنین فریدون مجلسی در روزنامه بهار روزنامه نزدیک به تحولخواهان ایرانی در انتقاد به دلواپسان تندرو نوشت دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا همانا و و های دلواپسان همانا حالا اگر سرنگهبان فرودگاه برازیلیا به جای رئیس جمهورشان به استقبال رئیس جمهوری آمده بود و با سرگروهبان دست داده بود چنان که افتاد و دانی و مصیبت ها میکشیدند یک چیزی که به نوعی در واقع بسیار هوشمندانه نیش و ای داشت به سلام و عرض ادب کردن های غیر متعارف محمود احمدی نژاد در سفرهای خارجی که ناگهان گویا در یکی از سفرها از صف سفر محافظین خارج شده بود و صف محافظین رو ترک کرد و با سرنگهبان اداره امنیت و کنترل پرواز فرودگاه دست داده بود و همینطور بعضا وزرا و مقاماتی از احمدی نژاد که به کشورهایی رفتند و سطح پایین ترین مقامات به استقبالشان آمده بودند. و در وقت باقی مانده با گزارش انتخاباتی برنامه رو پی میگیریم روزنامه آرمان نزدیک به طیف هاشمی رفت سنجانی در گزارشی با عنوان تصمیم متفاوت آیت الله به حجم عظیم درخواست مردم و گروه های سیاسی از حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای نامزد شدن در انتخابات خبرگان رهبری پیشروی اشاره کرد این روزنامه با ذکر واژه آیت الله برای حسن خمینی در به گمان در واقع نخواستین رسانه است که به این روحانی جوان خاندان خمینی آیت الله لقب داده است روزنامه آرمان در علت و بررسی و علل میزان گسترده تقاضاهای مردم از حسن خمینی برای شرکت انتخابات خبرگان به مشی اعتدالی این روحانی جوان بر جای مانده از خاندان خمینی اشاره کرد که در طول سالیان گذشته هیچگاه طرف که از جریانات سیاسی خاص را نگرفت و با این گزارش از روزنامه آرمان وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما همراهان هماره ایران فردا به تماشای ادامه بردامه ها از جمله آن سوی خبر که مشروع گزارش و خبرهای وقایه روز از چهار جهان است این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی می تا شامگاهی دوباره و تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود